جمهور فردا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت مجازی شرکت و سخنرانی خواهد کرد. راستی چرا به نیویورک نمی رود؟ چرا سخنرانی مجازی؟ سخنگوی وزارت امور خارجه علت نرفتن رئیس جمهور به نیویورک را این گونه توضیح داده. به خاطر شرایط ویژه کرونایی و پروتکل هایی که باید قبل و بعد سفر انجام می شد، ایشون ترجیح دادن که این سفر فقط وزیر محترم امور خارجه تشریف ببرن. یک رسانه حکومتی در همین رابطه نوشت ظاهر شدن بدون ماسک و دست دادن های بی‌محابای ابراهیم رئیسی در اولین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور به پایتخت تاجیکستان نشان داد رعایت پروتکل های بهداشتی در نظر رئیس جمهور ایران اولویت ندارد. پیامم از تهران به سازمان ملل: ابراهیم رئیسی کسی است که از روزی که جمهوری اسلامی بنیانگذاری شد دست به کشتار مردم ایران زد. سید ابراهیم رئیسی سردسته تروریست است. روزنامه جهان صنعت ضمن اشاره به حضور نیرومند مقاومت و خطر دستگیری جلاد نوشت آقای رئیسی از نظر حقوقی مسئولیت دارد و مشکلی ندارد، منتها چون در آن کشورها دادگاه ها مستقل هستند ممکن است ایرانیان مقیم یا نهادها و سازمان ها اقداماتی علیه او انجام دهند، کما اینکه در سفر مرحوم هاشمی شاهرودی به آلمان شاهد چنین اقداماتی بودیم. شمایی که در سازمان ملل هستید، اگر ابراهیم رئیسی دستور کشتار یا اعدام بچه‌هایتان را میداد، باز هم او را به سازمان ملل راه میدادید و با او گفتگو میکردید. کارنامه جنایت ابراهیم رئیسی آدمکشی و ترور بود. امیدوارم صدام از داخل ایران به شما برسد. بله، جلاد 67 در وحشت از اراده مقاومت و آتش دادخواهان رسوایی نرفتن به نیویورک و سخنرانی مجازی در مجمع را پذیرفت.